بسم الله الرحمن الرحیم محصل نگرامی سلام علیکم و رحمت الله امید که خوب و صحتمند باشین به ادامه درس های قبلی از مضمون هاردویر درس بعدی را امروز شروع میکنیم فصل های اول و دوم در درس های قبلی مطالعه کردیم و روش بحث کردیم امروز فصل سوم درس پنجم را آغاز میکنیم که در درس پنجم ما سخت افزار یا پرزهی که ما روش باید بحث کنیم و معلومات بدیم او تحلیل کننده یا CPU است. CPU Central Processing Unit یا هم پروسسر به نام پروسسر یاد میشه در کمپیوتر یکی از پروژهات بسیار مهم در کمپیوتر است که وظایف بسیار مهم داره. اهداف آموزشی که ما باید در این فصل و شما در اخیر فصل باید بفهمین و بدانین ای است که توقع میره شما باید در اخیر فصل پروسسر کمپیوتر تعریف کرده بتانین تعریفش بفهمین در پایلی از او بخش های مختلف پروسسر توضیح داده بتانین همچنون انواع مختلف پروسسر شرح داده بتانین و سیستم های سردکن پروسسر یعنی پکه های پروسسر هم تحلیل کرده بتانین هم ما شما می فهمیم که وظیفه اصلی کمپیوتر پروسس دیتا یا پروسس اطلاعات است که هر اطلاعات را که ما با کمپیوتر می دیم کمپیوتر منتظر دستور ما یا دستور برنامه ها می باشه بعد از او که ما دستور دادیم به کمپیوتر امو عمل را انجام می ده و نتیجهش بر ما در صفحه نمایش یا در وسایل خروجی انتقال می ده و در صفحه نمایش بر ما نشان می ده تمام این دستورات که ما کمپیوتر انجام میده این دستور را توسط پروسسر یا همو سنترال پروسسینگ یونیت یا CPU انجام میشه خود CPU یا تحلیل کننده به مسابه مغز کمپیوتر به شمار میره و وظایف بسیار مهمه مثل عملیات ورودی و خروجی تحلیل و تجزیه اطلاعات تحلیل و تجزیه اطلاعات محاسبوی، مقایسوی و منطقی را به عهده داره و انجام میده. و هر دستور العمل که برای پروسسر داده میشه، این دستورالعمل ها دارای چندین سایکل یا دوری زمانی هستند که هر قدری که پروسسر بتونه این سایکل ها را زودتر اگزیکیوت کنه یا اجرا کنه با مو اندازه بهتر است و سرعت کمپیوتر خوبتر نشان میده یا کمپیوتر زودتر میتونه یک دیتا را پروسس کنه که روی سرعتش بعدا هم گپ خواهد زد خب کارکرد اولی پروسسر یا پرایمری فانکشن اف پروسسر چی است یعنی زمانی که پروسسر کار را شروع میکنه یا یک عملیه را انجام میده یا یک پروسس را تحلیل و تجزیه میکنه یا یک دیتا را پروسس میکنه کدام کار را انجام میشه این چهار مراحل داره یا چهار مرحله داره که مرحله اولش فراخوانی یا فچ است مرحله دوم رمزگشایی یا دیکودینگ است مرحله سوم پروسس و اجرا یا اکزیکیوت است و در مرحله چهارم رایت بک یا هم استور است هر بخش از یک کار مشخص انجام میتن که شما در سلاید که در سکرین است میبینین که این چهار مرحله را به شکل دورانی یا مو استپ به استپ نمایش دادن که هر بخش کدام کار انجام میدن مثلا بخش اول از این فچ است اگر ما به این شکل یک دیاگرام بکشیم و این مرحله اولا بگوییم که فچ فچ چی وظیفه داره؟ فچ اطلاعات یا دستورهایی را که توسط ما داده میشه برای کمپیوتر به خاطر پروسس یا توسط یک برنامه داده میشه او اطلاعات را از حافظه هارد دیسک یا از وسایل ورودی که به کمپیوتر وارد شده او اطلاعات را میگیره و برای بخش بعدی که دیکودینگ است انتقال میده این بخش دیکودینگ دیکودینگ یا رمزگشایی
دیتایی را که اطلاعات را که فیچ انتقال میتونه بر دیکودینگ، دیکودینگ ای اطلاعات را گرفته به زبان کامپیوتر یا به زبان باینری 0-1 تبدیل میکنه تا پروسسر بشناسه و بالای از او عملیات انجام بده. بعد از او که دیتا دیکودینگ شد، مرحله بعدی آغاز میشه که مرحله بعدی عبارت از چی است؟ مرحله بعدی عبارت از اکزیکیوت است. اکزیکیوت یا مو پروسس یا اجرا که پیشتر گفتیم. مرحله پروسه اکزیکیوت چه خصوصیت دارن؟ اکزیکیوت زمانی که دیکودینگ شد، دیتا تبدیل شد به 0-1 برای پروسس داده میشه یا برای بخش ارتمتیک اند لاجیک یونیت یا بخش حساب و منطق. در این بخش پروسس بالای دیتا یا بالای اطلاعات انجام میشه و در مرحله بعدی یا مرحله چهارم دیتا بعد از اینکه اکزیکیوت شد رایت بک یعنی یا استور. استور یا رایت بک میشه. این مرحله دیتا را یا ذخیره میکنه در وسایل ذخیروی، هر وسایل ذخیره کی بود، ذخیروی که بود یا بعد وسایل خروجی انتقال میده یا هم در روی اسکرین بر ما نمایش میده که این چهار بخش چهار وظیفه پرایمری یا اولی پروسسر است که انجام میشه و انجام صورت میگیره. در دیاگرام هم شما میبینید که استپ اول فچ است، استپ دوم دیکود است، استپ سوم اکزیکیوت است و استپ چهارم استور. اجزای پروسسر یا پروسسر کامپوننتس. اجزای تشکیل دهنده پروسسر یا بخشایی که پروسسر تشکیل داده سه بخش هستند یا سه بخش عمده هستند. بخش اولش بخش کنترل یونت یا بخش کنترل می باشه. بخش بعدی بخش حافظه یا میموری یونت است و بخش سوم بخش حساب و منطق یا ارتمتیک اند لاجیک یونت است. بخش کنترل یا واحد کنترل کدام بخش است؟ زمانی که دستورها را ما برای پروسس انتقال میتیم یا دستور میتیم که پروسس بالاش صورت بگیره، وظیفه کنترل یونت ترتیب دستورها است. دستورها را ترتیب میکنه و هر دستور را به نوبت بگویم یا به سلسله یا به ترتیب انتقال میده برای پروسس یا برای بخش ALU یا Automatic Logic Unit و همچنان برای بخش حافظه که بعداً روش گپ میزنیم. بخش حافظه یا Memory Unit. بخش حافظه یا Memory Unit عبارت از بخشی از پروسسر که یک حافظه موقت است که دیتا یا اطلاعاتی که رویش پروسس صورت میگیره یا برای پروسسر ای اطلاعات در جریان پروسس ضروری است که داشته باشه، ای بخش مربوط ای دو کار میشه. یعنی خود حافظه اطلاعات را به شکل موقت در خود به خاطر کار پروسسر ذخیره میکنه و نگهداری میکنه. خود میموری یونت یا بخش حافظه از دو بخش تشکیل شده که دو بخش یکیش کش میموری است و دومش رجستر میموری. کچ میموری که از یک بنام حافظه پنهانی هم میگنش، کچ میموری اطلاعات مهمی که پروسسر به خاطر عملیات به خاطر پروسس نیاز داره یا ضرورت داره در خود ذخیره میکنه و سرعی ارتباط میگیره با سرعت پروسسر جان. یعنی کش میموری اطلاعات را که در خود ذخیره میکنه کمک میکنه بر پروسسر تا پروسسر نیاز نداشته باشه که هر بار یک اطلاعاتی که ضرورت داشت او را در جستجو شوه و وقت ضایع شوه. یعنی اطلاعات بسیار مهمی که پروسسر بیشتر در جریان پروسس به او نیاز داره در کش میموری ذخیره میشه یا در کش میموری ثبت میشه. خود حافظه کش میموری به اندازه چند امبی است و میتونه یک پروسسر دارای چند کش میموری یا یک یا بیشتر از یک کش میموری باشه. بعدش حافظه رجستر است یا رجستر میموری. رجستر میموری عبارت از او حافظه است که اطلاعاتی را که در حال پروسس است یا در حال
تحلیل و تجزیه است در داخل از یا حافظه یا در داخل می رجیستر میموری می باشه و برایش عملیات صورت می گیره و تحلیل و تجزیه میشه. بعد از میموری یونت بخش ارتماتیک اند لاجیک یونت است یا بخش حساب و منطق. بعد از اینکه دیتا از واحد کنترل یا از کنترل یونت آمد به حافظه، از حافظه میاد به ارتماتیک اند لاجیک یونت و عملیات حسابی و منطقی و مقایسه‌ای بالای دیتا یا اطلاعات صورت میگیره و بعد از تکمیل این عملیات معلومات یا دیتا بر ما یا در صفحه اسکرین نمایش داده میشه یا در وسایل خروجی انتقال میکنه یا هم در حافظه ذخیره میشه نظر به دستور و نیازی که ما داریم. در خود سلاید در صفحه اسکرین هم شما میبینین که وظیفه ارتماتیک اند لاجیک یونت در دو دیاگرام از بخش کنترل یونت ببینین، از کنترل یونت آمده به ایلیو یا ارتماتیک اند لاجیک یونت و دوباره پس به عقب یا به کنترل یونت داده شده یا هم به آوتپوت میره. و همچنان در دیاگرام بعدی میبینین که زمانی که دیتا در کنترل یونت دیکود میشه، یعنی قبلا برای سر دیکود گپ زدیم، ما دیکود میشه همچنان در کنترل یونت دیکود میشه و از کنترل یونت به ترتیب انتقال میکنه به بخش اکزیکیوت و همون بخشی که مربوط ارتماتیک اند لاجیک یونت یا بخش حساب و منطق است. و باز بعدی اون میره به استور یا هم خارج میشه در اسکرین نمایش داده میشه که قبلا روش گپ زدیم. انواع پروسسر ها یا تایپس آف پروسسر. از با گذشت سال ها به این طرف، زمانی که کامپیوتر ایجاد شد و کامپیوترهای مایکرو ایجاد شد، پروسسر ها هم ایجاد شدند. اولین پروسسری که ایجاد شد به نام مایکرو پروسسر بود که توسط کمپانی مشهور به نام انتل ایجاد شد یا ساخته شد. مایکرو پروسسر در سال 1971 بر اولین بار ساخته شد و معرفی شد. خود مایکرو پروسسر سرعتش یا کلاک اسپیدش 740 کیلوهرتز است و دارای یک کور می باشه خود پروسسر یا یک هسته می باشه. روی کور و روی کلاک اسپید بعدا گپ می زنیم. با تعقیب مایکرو پروسسر پنتیام آمد یا پروسسرهایی که به نام پنتیام یاد می شدن نام تجارتیشان است. و متوجه باشیم که پروسسرهای بسیار زیاد بعد از مایکرو ایجاد شد، اما در این سلاید یا در این درس ما تنها پروسسرهای مشهور یا پروسسرهایی که زیادتر استفاده شدن اکتیازشان نام گرفتیم یا اینجا یادداشت کردیم. پروسسر پنتیام بود که 1993 ایجاد شد. 65 مگاهرتز سرعت یا کلاک اسپیدش بود، دارای یک کور یا یک هسته بود. با تعقیب از او پنتیام پرو که در 1995 ایجاد شد و 250 مگاهرتز سرعتش بود، دارای یک کور یا یک هسته بود. به رقم سلرون، سلرون پروسسری است که در 1998 ایجاد شده تا پرزنت، یعنی تا فعلا هم مورد استفاده قرار میگیره، به خاطر که سلرون از پروسسرهای دارای سرعت بالا است و حال هم روش کار میشه و در کامپیوترها از او استفاده میشه. ولی در پروسسرهایی که قبلا یادآوری کردیم، این پروسسرها اکنون استفاده نمیشه در کامپیوترها یا هم به خاطر اینکه سرعت بسیار پایین داشتن حال مورد استفاده قرار نمیگیره. و میبینین که سلرون تعداد کور یا هسته هایش از 1 الی 4 است. انتل اکسیون هم از 1998 ایجاد شده و تا اکنون یا تا پرزنت، یعنی تا فعلا هم مورد استفاده قرار میگیره. سرعت از این پروسسورها 4 گیگاهرتز است و خود تعداد کور یا هسته پروسسور تا 56 کور میتونه در یک پروسسور باشه. این پروسسورها یا اکسیون پروسسورها مخصوص کامپیوترهای سرور است. کامپیوترهای سرور عبارت از اون کامپیوترهایی هستند که در شبکه‌های بزرگ میتونن ده‌ها یا صدها کامپیوتر را کنترل کنن، مدیریت کنن و تحت اداره خود داشته باشن. و این پروسسر مخصوص او کامپیوتر است، در کامپیوترهای عادی استفاده نمیشه و مورد استفاده قرار نمیگیره. و نظر به اینکه پروسسرها توانایی بالا، سرعت بالا دارن، قیمتشان هم در بازار بلند است و به شکل شخصی استفاده کرده نمیتونیم. بعد از پنتیام فور است که پنتیام فور در سال 2000 ایجاد شده، 3.8 گیگاهرتز سرعت کلاک سپیدش است، او هم دارای یک کور یا هسته است.
دوال کور، دوال کور هم رقمی که از نامش پیداست ای از جمله پروسسرایی است که یعنی به شکل شخصی که ما استفاده میکردیم یا استفاده میکنیم ای از جمله پروسسرایی بود که دارای دو کور هستند، یعنی دو هسته هستند. قبلا دیگه پروسسرایی که در کامپیوتر شخصی استفاده میشد یک هسته بودن و این اولین پروسسر بود که در کامپیوتر شخصی دو کور یا دو هسته داشتن. به این شکل کور 2 هم از جمله پروسسرایی هستند که از 1 الی 4 هسته دارن و سرعت نسبی خوب دارن. بعدمش پروسسرهای کوره 3 است. پروسسرهای کوره 3 در سال 2009 ایجاد شده، 4 گیگاهرتز سرعت پروسسر است یا کلاک سپیدشان است. اینا دارای دو کور یا دو هسته هستند و همچنان هایپر تریدینگ هستند. هایپر تریدینگ معنیش است که یک پروسسر یا یک کور در یک زمان میتونه چندین عمل را انجام بده یا توانایی چندین عمل را در یک وقت داشته باشه. به این شکل کورای 5 در سال 2009 ایجاد شد که داره یک قدر سرعت بود 4.2 گیگاهرتز و همچنان 2 الی 4 کور دارن و هایپر تریدینگ هستن. متوجه باشین اگر ما وقت نام از کورای 5 میبریم ای به این معنی نیست که یعنی دارای 5 هسته می باشد، یا مثلا کورای 3 از دارای 3 هسته. شما میبینید که کورای 3 دارای 2 هسته است، کورای 5 یک تعداد کامپیوترهای یا پروسسورهای هستند که دارای 2 هسته هستند، یک تعدادشان 4 هسته. و با می شکل کورای 7 که 2011 آمده 5 گیگاهرتز سرعت کلاک سپیدش است، 4 الی 10 کور یا هایپر کور یا هسته دارند و میتونه که پروسسور کورای 7 هستند ولی میتونه 4 هسته داشته باشه یا هم الی 5 6 7 10. و پروسسورهایی که در یه آخر استفاده میشه یا آمده کورای 9 است که 5.3 گیگاهرتز در سال 2018 آمده و 5.3 گیگاهرتز سرعتش است و دارای 6 الی 8 هسته یا کور هستند، در حالی که نامشون کورای 9 است. یعنی نام فقط به خاطر متفاوت نسبی که دارن برشان گذاشته شده و استفاده میشه. موضوعات را که امروز خواندیم به می اندازه کافی است. درس بعدی را انشاءالله در ساعت بعدی شروع میکنیم، ادامه درس و ادامه بخش پروسسر. وقتتان بخیر، الله نگهدارم.